الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اونچنان که همه ما میدانیم محور ادیان آسمانی و الهی و محور دین اسلام هم توحید هست و همه کتب آسمانی تفصیل کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله هست و چیزی غیر از اون نیست. منتها عنایت دارید بست دادن معنای توحید و باز کردن کلمه توحید به طوری که هم در توحید نظری و هم در توحید عملی همه امور بازگشته به توحید بکنه کار بسیار دشواری است. این که ما در تحلیل نظری عالم و نظام خلقت بتوانیم به یک گونه ای تفسیر روشنی از عالم بدیم که همه عالم در پرتو توحید تفسیر بشود و چیزی در عرض توحید نباشد، این کار آسانی نیست. در علم کلام، در فلسفه، در عرفان تلاش بر همین بوده که عالم رو به گونه ای تحلیل کنند که همه هستی بازگشت به خدای متعال کند. برخلاف مکاتب مادی که وقتی جهان رو تحلیل می کنند، در این تحلیل عالم ماده مستقل از خدای متعال تفسیر میشه و همه پدیده های مادی بازگشت به ماده و تحولات ماده میکنند، در مکاتب الهی به گونه جهان تفسیر میشه که همه کثرت عالم بر محور خدای متعال و توحید تفسیر میشود. منتها این که چقدر این توفیق حاصل میشه در دستگاه های متفاوت مختلف هست. به عنوان مثال عرض میکنم شما در کلام و حتی در بسیاری از مکتبهای فلسفی الهی میبینید وقتی جهان رو تفسیر میکنند
هستی به واجب و ممکن تقسیم میشه. میگن عالم ترکیبی است از واجب و ممکن. واجب الوجود مبدأ ایجاد همه ممکنات هست. در کلام اینجور استدلال گاهی میشه، در فلسفه استدلال میشه. میبینید تحلیل دارن میکنن جهان رو، ولی همه جهان ممکنات رو بر میگردونن به واجب و میگن اوست که قائم به ذات هست و همه مخلوقات قائم به او هستند. اوست که اینها رو ایجاد میکند، اوست که اینها رو اداره میکند، اوست که اینها رو سیر به طرف کمال میده. تا فرض کنید میرسه به مکتب مثل سرالمتعلهین که ایشون یک قدم تحلیل رو عمیق‌تر میکنن و میگن اصولاً همه ممکنات چیزی جز ربط به حضرت حق نیستند. حالا من تعابیر دیگه ایشونو خیلی مایل نیستم بگن، تطوراتند، تعیناتند. میبینید یه کمی معنا دقیق تر میشه، یعنی دیگه اصلا در عرض واجب ممکنی نیست که بگید یک عالم عالم ممکنات و یک عالم عالم واجبات، عالم واجب و ممکنات رو واجب ایجاد کرده، بلکه میگه اصلا عالم ممکنات چیزی جز یک ربط به حضرت حق نیست، عین فعل و صنع خدای متعال هست، این کار اوست. خب یک مقدار میبینید در تفسیر عالم، تبیین نظری عالم، تحلیل نظری عالم، بیشتر توحید در اینجا محور هست و جهان بر محور خدای متعال تبیین و تفسیر میشه. تا میرسید به عرفان نظری که در اونجا از این هم یک مقدار دقیق تر میشه و مسئله این است که نه اینکه واجب الوجود منحصر به یکی است، بلکه همه وجود منحصر در حضرت حق میشه و همه عالم مظاهر اسماء و صفات خدای متعال هستند. حالا به تعبیر آقایون تعینات اسماء و صفات هستند و بعد میبینید بر اساس این نگاه نظام خلقت رو تفسیر میکنند و این کثرتی که در عالم هست توضیح میدن، نه فقط عالم مجردات رو به اصطلاح و عالم ملکوت و جبروت رو با همین تعابیر با همین نگاه تبیین میکنند، بلکه به عالم حس و عالم ماده هم که میرسن، افلاک رو که میخوان توضیح بدن و خلقت افلاک رو بر میگردونن به اسماء و صفات. دیدید با اسماء و صفات ملاحظه فرمودید خلقت افلاک رو توضیح میدن. خب میدونید این یک مقدار کم کم کار داره دقیق تر میشه، یعنی بر محور خدای متعال همه عالم رو توضیح میدن. مفاهیمی که به کار میگیرن مفاهیمی است که ارتباط عالم رو با اسماء و صفات توضیح میده، یعنی تلاش میکند که جهان رو بر محور حضرت حق توصیف کند. اگر ادعا میکنند که جز حضرت حق نیست، لیس فی الدار غیره دیار، بعد باید بتونن همه این عالم رو بر محور همین معنا توضیح بدن. یک مفاهیمی رو به کار میگیرن و با این مفاهیم عالم رو توضیح میدن که این مفاهیم همه عالم رو در قالب تعینات و مظاهر اسماء و صفات الهی توضیح میده. و بعد عنایت کنید این در تحلیل نظری عالمه. یک موحد میگن وقتی جهان رو تفسیر میکنه باید به گونه ای تفسیر کند که برای خدا شریک قرار نده در عالم. متکلمین اینجوری توضیح میدن، میگن یک واجب الوجود، حکما میگن یک موجود مستقل هست، بقیه مخلوق او هستن. به عرفا که میرسد میگن نه، همه عالم مظاهر اسماء و صفات او هستن، اصلا چیزی جز خدای متعال و اسماء و صفات و مظاهر اسماء و صفات نیست. بنابراین میگن در عرض وجود حضرت حق وجودی نیست.
نه اینکه عالم ممکنات است و واجب. در سیر عملی هم همین طوره. در سیر عملی هم میبینید ما وقتی میخوایم تهذیب بشیم، به کمال برسیم، باید به توحید برسیم. انبیا همه به دعوت به توحید میکردن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انسان اگر به کلمه لا اله الا الله رسید و به مقام توحید در عبادت رسید، این انسان انسان به فلاح رسیده است. پس ما در سیر معرفتی خودمون باید به جایی برسیم که همه عالم رو بر محور خدا ببینیم، و الا اگر احول شدیم، به قول آقایون دو دید شدیم، در کنار خدا چیزی دیدیم، موحد دیگه نیستیم. ولو اینکه درجات شرک فرق میکنه، گاهی انسان مشرک به شرک جلی است، دو تا واجب، دو تا خدا قائله. گاهی به اصطلاح مشرک به شرک خفی است، در عرض خدا موجودی قائله. خب در توحید عمل هم همین طوره. میگن در سیر عملی ما وقتی میخوام سیر کنیم، همه کمالاتی که ما بهش میرسیم بعد سیر در دوری از شرک به طرف توحید باشه. خب این رو در مسلک‌های مختلف، مکاتب مختلف، به گونه‌های مختلف توضیح میدن. فرض کنید در علم اخلاق یه جور همین رو توضیح میدن. میگن انسان باید سعی کنه از رذایل اخلاقی به سمت فضیلت‌های اخلاقی حرکت بکنه. انسان باید سعی بکنه مثلا از محرمات اجتناب کنه، به واجبات بپردازه، تا فرض کنید میرسه به عرفان عملی. در عرفان عملی میگن اصلا درجات سیر چیزی جز سیر در درجات توحید نیست. یعنی همه سلوک عملی انسان را هم به توحید برمیگردونن. ملاحظه فرمودید، میگن سلوک انسان باید برسه به توحید افعالی و صفاتی و اسمایی و توحید ذات، که حالا مدارجیست برای سیر انسان. ملاحظه فرمودید بزرگان در کتب عملی، به اصطلاح سیرهای عملیشون، اینو توضیح دادن. این کتاب سیر و سلوکی که معروف به بزرگان مثل بحرالعلوم هست، ببینید سیر و سلوک مرحوم علامه طباطبایی رو ملاحظه کنید، همینه. به خصوص در مثل سیر و سلوک مرحوم علامه طباطبایی که سیره استادشون هست، میبینید همین رو توضیح میدن دیگه. میگن سیر باید در درجات توحید باشه، انسان باید سالک بشه تا به توحید افعالی برسه و شهود کند که در عالم هرچه هست همه افعال فعل اوست، هیچ کسی اثری ندارد، لا مؤثر فی الوجود الا الله. کم کم برسد به این که هیچ صفت کمالی نیست، هیچ اسمی نیست. کم کم برسد به توحید ذات و ببیند غیر او حقیقتی نیست. حالا من اون بحثا رو نمیخوام طرح کنم، را فقط اون چه که عرض میکنم برای این بود که ببینید ما سیرمون، چه سیر معرفتیمون، سیر درک نظریمون، چه سیر تهذیب و اصلاح عملمون، باید برگرده به محور توحید. یعنی همه عالم بر محور توحید تفسیر بشه، همه سیر ما به سمت کمال، سیر به طرف خدای متعال و درجات توحید و نجات از شرک باشه. همه رذایل باید بر محور شرک تفسیر بشه، و حقیقتا هم همه رذایل ناشی از شرک هم دیگه. ما در سال گذشته تو همین محفل این بحث رو تقدیم میکردیم که فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی به توحید و استکبار برمیگردند، به عبودیت و استکبار برمیگردند. بنابراین میبینید همه تلاش باید این باشه که ما دائما به سمت توحید حرکت بکنیم، چه در توحید نظری چه در توحید عملی. سیرمون در نجات از شرک، عبور از مراحل شرک و رسیدن به توحید باشه. حالا عنایت کنید این مطلب در کلمات بزرگان هست. من در صدد نقد و بررسی کلمات بزرگان نیستم که حالا کدام درسته کدام غلطه. میدونید اینا هر کدام طرفدارانی داره، مخالفینی داره. اون چه که من عرض کردم غرضم این یه نکته است، ولی هیچگاه این نگرش های مختلفی که وجود داره، مثل نگرش هایی که در علم اخلاق هست،
نگرشی که در فقه هست به سمت تهذیب انسان، نگرشی که در اخلاق هست، نگرشی که در عرفان عملی هست، در حوزه نظر نگرشی که در کلام هست، در فلسفه هست با مکاتب مختلف فلسفی، مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، با نگرشی که در عرفان نظری هست، هیچ کدام اینها پهلو به قرآن و روایات نمیزنن. حقیقت این است که وقتی انسان دقیق در قرآن و روایات، یعنی کلام نورانی خدای متعال و ادامه این کلام و توضیح این کلام یعنی کلمات معصومین میشه، میبینه همه چی در میاده به توحید، ولی با یک نگاه دقیق تر و لطیف تر و جامع تر و نگاهی که خالی از ده ها اشکالی است که در نگاه های دیگه وجود داره. همه چیز بر محور توحید تفسیر میشه. شما حتی ببینید در قرآن میبینید وقتی فرض کنید جزئی ترین حوادث رو توصیف میکند، بیان قرآن در توصیف این حادثه دقیقاً یک بیان توحیدی است. حوادث طبیعی عالم رو داره توضیح میده، ولی اصلاً این تبیین قرآن، این بیان قرآن از توش بوی شرک در نمیاد، دقیقاً دعوت به توحیده. هو الذی خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر، یا همینطور و ارسلنا الرياح لواقه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا من الارض و امثال اینا. میبینید هیچ کجا بیانی نیست که بگه زمین میرویاند، آسمان میبارد، خورشید میتابد. همه اینها برمیگرده به یک بیان توحیدی، همه عالم رو توضیح میده، تبیین میکنه. بیانی هم که در توضیح عالم داره، همه مراحل هستی درش توضیح داده میشه. عالم ملک هست، عالم ملکوت هست. اصلا این تقسیمات هم من نمیخوام باز روش تکیه کنم، اما قرآن با یه تقسیم دیگری، با یک نظام دیگری عالم رو توضیح میده. ولی همه توضیحی که از عالم میده، از اول تا آخر قرآن رو انسان بخونه، ذره بوی شرک نمیده، ذره در ذهن انسان چیزی در عرض خدا تثبیت نمیشه. در این اینکه بسیاری از اشکالات فنی هم که به نگاه های عرفانی یا حکمی یا کلامی وجود داره، اصلا در نگاه قرآن نیست. همه عالم بر محور توحیده. از ابتدای قرآن وارد بشید تا آخر قرآن، ذره بیانی نیست که انسان رو متوجه به غیر خدای متعال کنه، بلکه همه عالم رو برای انسان تفسیر میکنه، اما به گونه‌ای که همه عالم آیات خداست. انسان با همین عالم میتواند به خدا برسه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت همین آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز، آیه هایی است برای اولی الالباب، اونهایی که صاحب لبن و از حقیقت و واقعیت انسانیت بهره بردن، برای اونها همه اینها آیاتن. اونا کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اونهایی که دائما ایستاده، نشسته، آرمیده، در همه احوال انس و ذکر با خدا، ذکر خدای متعال رو دارن، انس با حضرت حق دارن، اونگاه در کنار این انس تفکر هم میکنن. این انس، این محبت در کنار این تفکر، همه عالم رو آیات میکنه. زود حکمت خدا رو میبینند، اهداف الهی رو تو عالم میفهمند. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربوبیت خدای متعال، خالقیت خدای متعال، حقانیت همه عالم رو میفهمند. و بعد فقنا عذاب النار، به سرعت میفهمند که این عالم حکیمانه مراحلی داره، ما در یه مرحله هستیم، مراحل بعدی است. پس عنایت کنید، قرآن بیان عالم رو میکند بر محور خدای متعال، ولی متفاوت با اندیشه های عرفانی. کلام، کلام وحیه. در دعوت عملی انسان هم باز همین طوره. هیچگاه در قرآن از ابتدا تا انتها اینجور نیست. اگر کسی بر سر سفره قرآن نشست، ذره ای در عمل دعوت به شرک بشه، همه دعوت به خداست در عمل.
داستان انبیا رو میگه، داستان خوبان رو میگه، بدها رو میگه، همه و همه بر محور توحید و دعوت به توحیده. پس هم در حوزه بیان نظری و تفسیر نظری عالم، عالم رو بر محور توحید تفسیر میکند، از کوچکترین پدیده های عالم رو که رو او دست میگذاره و لازم میدونه بیان بکنه همینجوری توضیح میدهد، تا بزرگترین مراحل خلقت رو هم وقتی تبیین میکنه باز بر محور توحیده. هیچی جز توحید تو تبیین و بیان قرآن ما نمیبینیم. و باز اگر همه اینها برای این است که انسان به معرفت و شهود و عمل برسه و در عمل حجابها رو کنار بزنه، از شرک نجات پیدا کنه، به اخلاص برسه، میبینید همه قرآن از اول تا آخر لحنش، بیانش، تشویقهاش، تهدیدهاش، مواعظش، حکمش، هیچگاه انسان رو به غیر خدا دعوت نمیکنه. شما ببینید، به عنوان مثال عرض میکنم، البته خیلی از اینها دقیق تر و لطیف تره. شما قرآن رو ببینید، سوره یوسف رو بیان میکنه، اما اونچنان این سوره رو لطیف بیان میکنه که انسان از ابتدای این سوره تا آخر این سوره رو که میخونه کمترین تحریک به دنیا نیست، همش دعوت به خداست. همین صحنه رو شما به تو ادبیات عرفانی هم میبینید، میبینید تو ادبیات عرفانی آمده ولی جنبه های دعوت و وسوسه به نفس درش هست. یعنی اون عارف نتوانسته اون آثار دعوت به دنیا رو تو قلم خودش کنترل بکنه. و خب شدنی هم نیست دیگه. فرق است بین بیان خدای متعال و بیان یک انسان مؤمن. اگر مؤمن هم باشیم متفاوته. شما ببینید از اول تا آخر قرآن اینجوریست. هم دعوت، دعوت در عمل به پرستش خداست و نجات از مراتب شرک، و هم در نظر وقتی عالم رو تفسیر میکند همه چیز رو بر محور ربوبیت و مشیت خدای متعال تبیین میکنه. ولی ببینید ادبیات، نه ادبیات کلامه، نه ادبیات فلسفه است، نه ادبیات عرفانه، بلکه ادبیات قرآنه. برخلاف اون چه گفته شده قرآن و عرفان و برهانی کیست، قرآن مهیمنه، عرفان و برهان ما به اندازه خود ماست و ما از دریچه عقل و از دریچه اندازه وجودی خودمون جهان رو، حتی توحید رو تفسیر میکنیم. این غیر از اونجاییست که خدای متعال با بیان خودش همه ی حقیقت رو داره بیان میکنه. این به گمان من بالا بردن حد عقل و حد شهود انسان نیست، تنزل دادن حد بیان خدای متعاله. محال ما بتونیم جهان رو اونچنان که خدا تبیین میکنه تبیین کنیم. آیا من میتوانم به عنوان انسان معمولی، مثلا میگم در تبیین عرفانی عالم، مثل محی الدین جهان رو تبیین کنم؟ میگن هرگز، اون مراحل شهود برای تو حاصل نشده. چطور محی الدین میتواند مثل نبی اکرم جهان رو تبیین کند؟ چطور محی الدین میتواند برفرض که حق باشد مثل امام صادق عالم رو توضیح بده؟ چطور عقل من در چارچوبه برهان میتواند جهان رو مثل خدای متعال توضیح بدهد؟ نه در عرفان نظری، نه در عرفان عملی، نه در کلام، نه در فلسفه. هیچگاه سقف پرواز ما سقف وحی نیست و محال است یک گوشه عالم رو بتونیم مثل خدای متعال تفسیر بکنیم. ما در حد وجودی خودمون جهان رو میفهمیم. بله، اگر مؤمن باشیم، اگر موحد باشیم، اگر متمسک به کلام خدای متعال باشیم، حرفمون با قرآن هماهنگ میشه. در مسیر کلام نورانی حق قرار میگیره، در مسیر کلمات نورانی اولیاء معصوم قرار میگیره، نه اینکه همسنگ اونها میشه. هیچ برهانی همسنگ قرآن نیست، هیچ عرفانی همسنگ قرآن و کلمات معصومین نیست. معقول نیست اصلا این حرف. کتانی که کلامکم نور و امرکم رشد،
چطور می شود دیگران مثل اونا بتوانن حرف بزنن و جهان رو توضیح بدن؟ پس عنایت میکنید ادبیات قرآن، ادبیات انبیا، بیان معصومین سلام الله علیهم اجمعین، همه دعوت به توحیده. یعنی اخلاق الهی اخلاقی است بر محور توحید. مرحوم علامه طباطبایی زاده الله فی علو درجاته گاهی این معانی رو در تفسیرشون خیلی خوب باز میکنن. ذیل آیه مبارکه سوره بقره که خدای متعال بحث ابتلاء انسان رو برای رسیدن به توحید توضیح میده که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. که صابر اون کسی است که تو بلا به توحید میرسه، انا لله و انا الیه راجعون. اونجا خوب توضیح فرمودن که اخلاق قرآن بر محور توحیده، نه فقط اخلاق قرآن، همه چیز شؤون قرآن بر محور توحیده. یعنی همه چیز رو بر محور توحید تبیین میکند و تنها بیانی هم که میتواند بدون کمترین غلط، بدون کمترین ناتوانی همه عالم رو و هر چه میخواهد تبیین کنه بر محور توحید تبیین کنه، قرآن و کتب آسمانی است. بعدم بیان معصومینه. دیگران هر چه هم بخوان این تلاش رو بکنن، امکان براشون نیست که بتوانن عالم رو، همه کسرات عالم رو بفهمند و همه اینا رو بر محور توحید تفسیر و تبیین بکنن. این شدنی نیست، امکان چنین چیزی نیست. مگر این که عرض کردم ما یک تفقه عظیم در قرآن و کلمات معصومین داشته باشیم و تلاش کنیم بر محور کلمات معصومین هرچه دقیق تر عالم رو تفسیر کنیم، تبیین کنیم، توضیح بدیم. خب این یک نکته‌ای که مقدمتاً اشاره کردم، مقدمه برای این نکته دوم هست. از منظر روایات معصومین علیهم السلام در ادامه توحید مسئله ولایت معصومین علیهم السلام همین جوری است. یعنی محور هستی است و همه خلقت و بیان خلقت بازگشت به این امر میکنه و همچنین در مرحله سیر و سلوک عملی همه سلوک عملی انسان همینطوری که باید ممحض بشه در توحید و سیر در درجات توحید و نجات از شرک و ورود به مراحل توحید، از منظر کلمات معصومین همه درجات سیر عملی انسان هم باید سیر در درجات ولایت باشه، سیر در درجات تولی و تبری است. حتی انبیای الهی اونجایی که به نقطه اوج کمال خودشون میرسیدند، به مقام خلت میرسیدند، به مقام امامت میرسیدند، از مرحله ای از مراحل امتحان به امر ولایت الهی و ولایت معصومین بیرون آمده بودند. یعنی هم بیان نظری عالم، مراحل خلقت بازگشت میکنه به امر ولایت، هم سیر عملی انسان در همه شؤون بازگشت میکنه به امر ولایت. یعنی در کلمات معصومین اینجوریست. من به عنوان نمونه به بعضیاش اشاره میکنم ها، بست کلام یک مجال دیگری میطلبه، نمیخوام زیاد مزاحم اساتید و استاد بزرگوار خودم بشم. دیدید در مثلا قرآن این روایت نورانی رو تفسیر عیاشی داره، مرحوم فیض در مقدمات تفسیر صافی آوردن، از تفسیر عیاشی نقل کردن. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، این آیه قرآن درباره کیست؟ آیه سوره مبارکه رعد، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله
بینی و بین شهید، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیامبر ما، اینها میگن تو رسالتی نداری، بهشون بگو که من رسول خدا هستم، دو تا گواه دارم، این دو تا گواه برای رسالت من کافیه. حالا خود این باید توضیح داده بشه، یعنی یکی خداست، کفا بالله، دو کسی که عالم به همه کتاب است، من عنده علم الکتاب. خب میدونید تو روایات متعددی این آمده، اهل سنت هم قبول دارن شأن نزول این آیه امیرالمؤمنین علیه السلامه. روایات متعدد معصومین ما هم در کافی در بصایر و درجات هست که فرمودن کسی که عالم به کل کتاب مایی. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو حاضر کرد از به اصطلاح یمن برای شام، در یک چشم به هم زدن، این یه حرف از دریای، یک قطره از دریای علم الکتاب رو داشت. الذی عنده علم الکتاب ما هستیم، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. اونی که مهمه اینه، میگه به امام صادق عرض کردم، ظاهرا مفضل ابن عمر هست اینجوری به نظر میاد راوی حدیث، میگه به امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله این آیه ناظره به چیه. حضرت وقتی من دیدن اینجور آیات رو دنبال میکنن در قرآن، فرمودن همینقدر بهت بگم، از اول قرآن تا آخر قرآن هر کجا آیه ای از این دست هست مربوط به ماست، از اول تا آخر قرآن. باز این روایت رو دیدید مرحوم صدوق نقل کردن، مرحوم فیض باز در مقدمات تفسیر صافی آوردن، حضرت فرمودن ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور قرآن و محور همه کتب آسمانی ولایت ماست و بیان ولایت ماست. که بعد مرحوم فیض بیان نورانی دارن برای توضیح همین جمله که یعنی چی ولایت ما قطب قرآنه و قطب همه کتب آسمانی است، یا قرآن ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا، ثلثش هم فرائض و حکم و اینهاست، سلسش در باب ما، سلسش در باب دشمنان ما. بیان نورانی منوفس به همین مقدمات صافی دارن. دیگران هم تلاش کردن این روایت رو معنا کنن که یعنی چی. یا ببینید این روایت باز در مقدمات تفسیر صافی است، در مقدمه سوم که همین معنا رو میخوان باز بکنن، نزل به روح الامین علا قلبک، میفهمد خود روح الامین قرآن رو بر قلب تو نازل کرد. امام صادق طبق این روایت فرمودن امر ولایت بود، ولایت رو بر قلب تو نازل کرد. البته اینا توضیح میخواد. سربسته و اجمالش از این دست روایات خیلی داریم. بعد شما در تفسیر روایی بیاید ببینید تفصیل داده میشه این معنا. وقتی خلقت توضیح داده میشه، این انسانها وجود نوریشون سرآغاز خلقت. وقتی عوالم و مراحل مختلف خلقت توضیح داده میشه، بعد باز تحت ظل وجود اونهاست. وقتی عوالم مختلف توضیح داده میشه، عالم قبل از دنیا، عوالم قبل از دنیا که حالا عوالمی است، دنیا، برزخ، قیامت، بهشت، حتی جهنم بر محور ولایت اونها تفسیر میشه تو روایات. و آیات قرآن رو اینجوری توضیح میدن. وقتی سیر انبیا و درجات سلوک اونها توضیح داده میشه، همش محور ائمه علیهم السلام. وقتی دعوت انبیا نسبت به اممشون توضیح داده میشه، باز محور ائمه علیهم السلام. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، هیچ پیغمبری مبعوث نشده است الا به امر ولایت ما. دعوت امم انبیا گذشته را وقتی توضیح میده، به ولایت برمیگردونه. امتحانهای سنگین انبیا رو به ولایت برمیگردونه. امتحان اممشون رو به ولایت برمیگردونه. عامل نجات امتها رو به تبعیت از ولی الله و ولایت حقی نبی اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین برمیگردونن. نجات اقوام گذشته رو تو مخاطرات مثل طوفان نوح و امثال اینجور موارد ببینید باز برمیگردونن به همین معنا. بلاهایی که برش نازل میشده برمیگردونن به همین معنا. ترک اولاهای انبیا رو برمیگردونن به همین معنا. هبوط عالم رو برمیگردونن به همین معنا. رجم شیطان رو برمیگردونن به همین معنا. کل دستگاه شیطان و درگیریش برمیگرد به همین موضوع ولایت. اصلا یکی دوتا نیست. مدار بهشت و جهنم میشه امر ولایت. و وقتی باز موضوع تصرف ائمه رو توضیح میده فقط عالم انسان نیست، یعنی اینطور نیست که اونها فقط ولایت بر ما دارن. ببینید عالم ملائکه رو توضیح میده بر محور ولایت، خلقتشون، مراحل کمالشون، عبادت و سجدهشون. اسجدول آدم فرمود بر نور ما سجده کردن. همینطور بشمارید، یکی دوتا هم نیست این موضوع. عالم جن رو توضیح میده به همین معنا برمیگرده، عالم انسان به همین برمیگرده، عالم نبات و جماد به همین برمیگرده. صفات حمیده رو توضیح میده برمیگرده به ولایت، صفات رذیله رو توضیح میده برمیگرده باز به ولایت باطل. خیرات رو توضیح میده، عدل رو، خیر رو، یسر رو، سعادت رو، همه این معانی که معانی خیره که حالا روایتش فراوان در کافی و غیر کافی هست، همه رو بر محور ولایت توضیح میده. پس هم تبیین عالم بر محور ولایته، یعنی تو تفسیر عالم جایگاه ائمه علیهم السلام یه جایگاه محوری است. و هم در سلوک عملی ما، چه سلوک عملی افراد، چه سلوک عملی امم، چه مراحل حرکت تاریخ، چه سلوک عملی ملائکه، همه برمیگرده به امر ولایت. یعنی مراحل سیر ما در کمال، نه سیر ما، سیر عالم، سیر در درجات ولایته. و امر ولایت و تکلیف به ولایت رو یک تکلیف عام نسبت به همه عوالم خلقت توضیح میده که هبوطها، صعودها، درجات برمیگرده به این امر. پس هم در تبیین نظریه عالم یک جایگاه خاصی داره، هم در سیر عملی انسان. عرض کردم نه فرد، کل تاریخ سیرش به سمت کمال و عصر ظهور سیر در درجات ولایته. عصر ظهور، عصر ظهور ولایت است. معنی ظهور همینه، تحقق توحید در عالم به ظهور ولایت ولی الله. جریان حقیقی توحید در عالم، در عالم قیامت به تحقق امر ولایته. اینا مضمون روایات ائمه علیهم السلام. و عرض کردم اصلا یک موضوع نیست که آدم بخواد قید بزنه بگه اینجا این روایت سند داره سند نداره. هم به نحوه کلی فرمودن همه قرآن و کتب انبیا بیان امر ولایته، هم به تفصیل توضیح دادن، هم در تبیین مراحل خلقت، هم در سیر عملی انسانها به سمت کمال و توحید. و نکته مهمی که من اشاره کنم، عرضم و جمع کنم اینه، ولی نکته مهم اینه که هیچ کجا در کلمات نورانی معصومین اصلاً امر ولایت به گونه ای تبیین نشده که بوی شرک ازش بیاد. هم در اونجایی که تبیین نظری میکند خلقت ائمه رو و خلقت عالم رو در پرتو ائمه که لولا کلمه خلقت الافلاک، اونجا دقیقا توضیح داده شده که
مقام اونها مقام عبودیته. هم اونجایی که سیر عملی عالم به سمت خدا داره توضیح داده میشه که اونها هستن که عالم رو هدایت میکنن و با عبادت خودشون کل عالم رو به سمت قرب میبرند، اونجا هم باز مقام اونها مقام عبادت. یعنی اینطوری نیست که مقام خلیفت الله، مقام انسان معصوم به تعبیر روایات ما، یک چیزی در عرض خدای متعال باشه، ولی یک مقام فراگیره. همه جای عالم رو پل کرده و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل بشه. اسمایی هستن که همه خلقت با اونها تفسیر میشه، همه مراحل سیر کمال با اونها تفسیر میشه، همه ابتلاعات و امتحانات به اونها تفسیر میشه. خب همینطوری که ما در تفسیر نظریه عالم باید برگردیم و جهان رو بر محور توحید تفسیر کنیم و هرچه بیان ما دقیق تر برگرده به توحید قابل قبول تره، همینطوری که در سیر عملی ما باید همه مراحل سیر انسان رو برگردونیم به سیر در درجات توحید، نسبت به موضوع ولایت هم همینطوره. باید همه عالم رو بر محور ولایت اونها تفسیر کرد و همه درجات رشد رو بر محور ولایت اونها تفسیر کرد، همه درجات کمال رو بر محور عبادت اونها تفسیر کرد. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. و این به خوبی در کلمات نورانی معصومین آمده، به خصوص در اونجایی که آیات قرآن رو توضیح میدن. همینطوری که همه قرآن بیان نورانی توحید هست، به یک معنای دیگه در مرتبه نازله بیان امر ولایته، که البته ولایتنا ولایت الله. عرض کردم هیچ کجا در کلمات نورانی معصومین بوی قلوب شما نمیشنوید. تو عالی ترین درجات بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، اونجایی که خلقت نورانی اونها رو تفسیر میکند، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه، خدای متعال در مقام وحدانیت لم یزل متفرد بوده، شریکی ندارد. ولی ثم تکلم به کلمتن، اولین کلمه خلقت ما هستیم. ببینید اصلا بوی شرک نمیده، اصلا بوی غلو نمیده. چه در اونجایی که دعوت عملی میکند به تبعیت از امام، اصلا امامت و ولایت هرگز در عرض توحید و پرستش خدای متعال نیست. هیچ کجا شما نمیبینید ائمه علیهم السلام دعوت به ولایت خودشون کرده باشند به گونه ای که کمترین بوی شرک ازش بیاد، نه در دعوتشون و نه در عملشون. هیچ کجا در عملشون هم نمیبینید به گونه ای عمل کرده باشند که از او دعوت به شرک بیرون بیاد، تماما دعوت به توحید. اگر عالم رو به سمت توحید بردن، با سجده خودشون بردن، نه با تفرعون، نه با انانیت. اصلا معنا ندارد حرکت دادن آدم عالم به سمت قرب و توحید با تفرعون، با خودبینی. این آیه نورانی قرآن رو ببینید، خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، راه من اینه، فقط و فقط به خدا دعوت می کنم، نه خدا و غیر خدا، فقط خدا. و این دعوتم از سر بصیرت و معرفته، نه از سر غفلت. یک کسی دیدید هنوز دنیا رو تجربه نکرده سخن از آخرت میگه، ولی یک کسی دنیا ها رو پشت سر گذاشته و بحث از آخرت میکنه. علا بصیرتن انا و من اتبعنی، ائمه ایم که جا پای من میگذارن، پا جای پای من میگذارن، خلفای من هستن، فقط به خدا دعوت بکنن. چرا؟ چون سبحان الله و ما انا من المشرکین،
هم خدا منزه از شریک است، هم من مشرک نیستم. انسانی که به مقام توحید نرسیده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأنش نیست. انسانی که مطهر علل اطلاق نمیتواند مجرای طهارت عالم باشد. عنایت دارید این تطهیرم تطهیر از چیست دیگه؟ در اون آیه دیگر قرآن روایت نورانی امام صادق ارواح نافدا صلوات الله و سلام علیه معنا میکنه این رو در سوره هل اتا که در شأن معصومین از سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون به اونها شراب طهور خورانیده، فرمود یطهرهم عما سوى الله. اون کسانی که از ما سوى الله پاک شدند مطهر محضن، همه طهارت ها به اونا برمیگرده، طهور حقیقی هستند، همه عالم رو طاهر میکنن از قذارات و نجاسات ظاهری و باطنی. لذا حتی آب اگر مطهر است، انزلنا من السماء ماء طهورا، این نازله ای از طهارت معصومه، چیزی جز اون نیست. اون حقیقت است که همه قذارت ها رو از بین میبره. لذا میدونید ماء معین در قرآن به ولایت معصوم تفسیر میشه دیگه، که مبدع حیات و طهارت و نورانیت و همه چیز هست. اون کسانی که در مقام عصمت مطلقه، این بهترین تعبیر در باب ائمه است، اسم معصوم، معصوم تعبیر انسان کامل رهزنه، نمیخوام ایراد بگیرم ولی رهزنه، انسان معصوم. معصوم یعنی اون کسی که در مقام بندگی محض و خالصه، ذره ای از توحید و عبودیت تخلف نمی کنه. گرچه حالا شاید بعد روایات رو تقدیم کنم، بر اساس بعضی از روایات جریان الوهیت در عالم به وسیله اونها، به وساطت اونها واقع میشه و خدای متعال به وسیله اونها توحید رو در عالم جاری کرده. مکرر من این عرض کردم که معصومین علیهم السلام بر اساس بعض روایات در قوس نزول جریان الوهیت به وسیله اونها در عالم محقق شده، تحقق دین الهی هستند، و در قوس صعود جریان عبودیت و بندگی و استقراق در اون الوهیت که عالم الهی دارد و به سمت او حرکت میکنه، سجده در مقابل او میکنه، سجده در مقابل مقام الوهیت حضرت حق به وسیله اونها واقع میشه، سجده عالم. کما اینکه جریان الوهیت به وسیله معصوم، نقشه جامع رو بعضیاشو باز کنیم که مثلا چطور اخلاق برمیگرده به ولایت و با توحیدم منافات نداره. مثلا توضیح داریم که حقیقت اخلاق کریمه برمیگرده به سجده در مقابل خدای متعال، تواضع و تذلل در مقابل کبریا و عظمت الهی. همه اخلاق حمیده ناشی از اینه و همه اخلاق رذیله تجسد استکبار علی الله. و بعد توضیح دادیم که این جریان تواضع و خضوع برمیگرده به تولی و تبری. یا مثلا در یک سال یادم است در همین محفل توضیح دادیم که این بندگی و عبادت خدای متعال و پرستش خدای متعال وقتی شکل اجتماعی پیدا میکنه، قدم اولش میشه تشکیل جامعه بر محور ولایت ولی خدا. جامعه پردازی و عبادت اجتماعی رو، بندگی اجتماعی رو، جمعی رو بر محور توحید و ولایت تفسیر کردیم. اگر خدای متعال توضیح بده، اون چه در ذهن است اینه بعضی از قطعات دیگر این نقشه رو بر اساس روایات توضیح بدیم. البته این نکته رو اشاره میکنم، این کار یک تفقه بسیار عظیم میخواد. تفقه در این امر کمتر از تفقه در باب صلات و طهارت نیست که بیش از 1000 سال فقهای ازام شیعه زحمت کشیدن روش تا بتونن یک مطلب رو به صورت دقیق نسبت بدن، حجت داشته باشن در انتساب. ولی من فقط برای اینکه بعضی آفاق باز بشه، بعضی از قطعات دیگر این نقشه رو سعی میکنم در حد توان باز بکنم بر اساس روایات. و این نکته مهمی است. چجور میشه آدم شیعه باشه بعد آدم شیعه بگه خب دیگرانم بیا سهمی تو عالم دارن؟ چطور سهم تو عالم دارن؟ حقانیت مثل این که آدم موحد باشه بگه مشرک ها هم حقن. نمیشه بگیم شرک حق نیست.
کفر که حق نیست. بنابراین توضیح این معنا که ما بتونیم اگر واقعا معتقدیم که ولایت معصومین محور عبادت و بندگی است و سجده در مقابل خدای متعال و همه امتحان ها برمیگرده به این امتحان، ان امرنا صعب مستصعب، امتحان سنگین همین امتحانه، ما باید بتونیم همه معارف رو بر محور این معنا توضیح بدیم، یعنی جایگاه محوری ولایت معصومین رو در تبیین نظری عالم، مراحل خلقت، در تبیین عملی عالم توضیح بدیم. اون وقت بر محور این نگاه هست که میشه عاشورا رو تفسیر کنی، بگی جایگاه عاشورا کجاست، عبادت امام حسین در روز عاشورا چه نقشی تو کمال عالم داشته. اگر لولاک لما خلقت الافلاک، اگر عبادت روز عاشورا نبود خدا اصلا عالم رو خلق میکرد؟ نقش روز عاشورا در خلقت همه عالم ملائکه و جن و انس و بالا و پایین چی بوده؟ و بعد اگر خدا عالم رو برای هدف آفریده، این عبادت چه نقشی داشته در هدایت عالم به سمت اون هدف؟ چجوری عبادت سید الشهدا همه عالم رو سالک کرده؟ اگر گاهی ما اشاره کردیم که سلوک همه عوالم در مرتبه‌ای از مراتب کمالشون وابسته به عاشورا و عبادت سید الشهدا است، بر پایه این نگاهه. و تا چارچوبه‌های این نگاه خوب تبیین نشه، ادعا نباشه واقعا یا مستند به یک برهان‌های روشن و بیان روشن و یا مستند به کلمات نورانی معصومین بشه و یا هر دو، این ادعاها جای روشنی پیدا نمی‌کنه. امیدواریم خدای متعال توفیق بده بتونیم یک مقدار این بحث رو در شب‌ها و جلسات آینده بعضی زوایای دیگه‌اش رو باز کنیم و محضر اساتید و عزیزان تقدیم کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دل می برد ز غیب و شهود این حسین کیست، از ما بر او سلام و درود این حسین کیست. گفتن داده است پیامبر به دست او آینه کرامت وجود این حسین کیست. گفتن داده از خم احلا من العسل جاء
جامی به دست غیب و شهود، این حسین کیست؟ گفتن سوخت قنچه‌اش از آتش آتش بین دو نهر آب و درود، این حسین کیست؟ گفتن زودتر ز قیامت قیام کرد یک روز ظهر وقت سجود، این حسین کیست؟ گفتند زیر خنجر خون ریز روی خاک، چشمش به چشم فاطمه بود، چشمش به چشم فاطمه بود، این حسین کیست؟ کدام عزیزیست که انقدر زیبا عبادت می کند، انقدر زیبا بندگی و سجده در مقابل خدا می کند؟ گفتن چون غروب شد از خیمگاه او برخاست عطر عنبر و عود، این حسین کیست؟ گفتند آفتاب وفا بود و مثل ما از اوج نیزه جلوه نمود، این حسین کیست؟ که انقدر در عهدش با خدا وفادار و ثابت قدمه، کی حاضر شده با سر دنبال کاروان و سرابیا، گفتند یک چمن گل یاسش گرفته بود رنگ بنفشه رنگ کبود، این حسین کیست؟ گفتند چون خلیل فقط یا حسین گفت، یک زن میان آتش و دود، این حسین کیست؟ گفتن در زیارت باغ بهشت از او باید گرفت اذن ورود، این حسین کیست؟ اگر بهشت جای بندگان خداست، آیا واقعا جا ندارد کلید بهش دست امام حسین باشه؟ من نمیدانم این سرزمین کربلا چه سرزمینی بود، چه عهدی امام حسین با خدا تو این سرزمین داد، مثل فردایی کاروانش رو به سرعت به این سرزمین رسوند
که مبادا تقدیر و حادثه ها مانع بشه. بزا وقتی راه رو بستن فرمود اسم این سرزمین چیه؟ قاضریات نینوا. نام دیگری دارد کربلا، فرمود اعوذ بک من الکرب بلبلا. انزلوا انزلوا ها هنا مهتر حالكم و مسفک و هر مهتر حالنا و مسفک و دماعنا و موضع و قبولنا. عزیزانش رو جمع کرد، به اونا نگریست، بلند بلند گریه کرد، خدایا تو شاهدی بنی امیه با ما چه کردن. آمادشون کرد روز عاشورا، رفتن یارو پرواز داد، ماندنیایی که باید برا اسارت برن آمادشون کرد. یه جوری برنامه رو تنظیم کرد، آخر مسیرشون رو هم به گودی قتلگاه کشید. من نمیدونم تو این گودی قتلگاه چه دیدن، در این بدن قطع قطع شده غرق خون بی کفن که اینقدر آمادگی پیدا کردن. چه مظلومیتی از خودش رو تو گودی قتلگاه برا زینبش عزیزانش جلوه داد که دیگه هرچه تازیان خوردن، حتی یک آخ هم نگفتن. اوج مظلومیتش تو روزه زینبش آشکاره. به اب المحموم حتی مضایم، به اب العطشان حتی غضا. صلى الله عليك يا بقية الله ورحمة الله وبركاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته. یا الله یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان و ارواح و نافداه تعجیل بفرما. قلب حضرت را از ما راضی بدار، ولیات را از وجود مقدسش دور بفرما، حوائجش را به بهترین وجه برآورده بفرما، عموم شیعیانش را به عزت و پیروزی و سربلندی برسان، زعما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حوزات علمیه، محافل علمی در پناه امام زمان از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیر المؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر بر سر سفره سید الشهدا میهمان بفرما. به محمد و آل محمد عرض سلام و تسلیت ناقابل ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. همه ما رو مشمول ادعیه زاکی خاص حضرت در این ایام قرار بده. به ما توفیق عرض ادب بیشتر به ساعت مقدس سید الشهدا و عنایت بفرما. اعمال ما رو به امضای امام زمان برسان. به کف با کفایتش گره از کار یکایک دوستانش باز بفرما.
همه دوستان حضرت رو مقضی المرام بدار، به محمد و آل محمد دست ما رو از دامانش کوتاه مفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش.